دوستان مهربان، عقد آریایی میگن در ایران از 30 سال پیش پیوند خویشاوندی به سبک آریایی بود که در جهان متداولش کردیم و خرسندم که در سر تا سر جهان هزاران هزار نفر از این شیوه استفاده کردند و الان این آقا میاد مردک میگه هر کس این کار بکنه جریمه میشه، چه میشه. اینها قوانین خودشون رم قبول ندارن، یعنی این آقا مزخرف میگه، این که این حرفا رو میزنه. آریایی شرعن و قانونا نداره، یک رویه خلاف قانونی در بعضی از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضی از دفاتر شناسایی شدن و برخوردهایی با اونا صورت گرفت و چون در واقع مصادف شد با ماهای محرم و صفر، خب عملا اتفاقی در این خصوص صورت نگرفت. لااقل هر دیکتاتوری، حتی چنگیز یاسا نوشت، قوانین خودشو نوشت بهش عمل میکرد. اینها به قوانین شرعی و مدنی خودشون هم عمل نمیکنن، چون ازدواج یک امر خصوصی است، ازدواج یک امر سیاسی نیست که چون سیاوش اوستا یک سبکی رو مد کرده شما بیان ممنوع کنین اون چیزی که خودتون سالیان سال به عنوان مجتهد تایید کردید و در قانون اساسی و در قانون مدنیتون هم میساوردید. پس حرفتون مزخرفه. ولی خب یک سری انتقاداتی که میکنن اونی هست که آره اینا میگن عقد باستانی، ایران باستان توش لحظه به کار رفته، واژهای عربی به کار رفته. خب اونا مال من نیست، اونا چون دسترسی نداشتن به این کارای ما، به اینا دسترسی نداشتن، یه تکسای خودشون تهیه کردن و ازش استفاده کردن و میکنن. صرفا اگر تکس هایی رو که ازش استفاده میکنن پارسی نیست و اونطور که ما ساختیم در این سال ها نیست که شما بیان تحریمش کنین و مردم رو تهدید کنین، یعنی دیکتاتوری و ستمکاری تا حدی که شما خودتون حرفای خودتون و قوانین خودتون هم قبول ندارین. این کار سیاوش اوستا که دیگه سیاسی نبود، که سیاسی نیست که، این ایرانی، فرهنگ ایران شما، ولی چون دشمن ایران هستید و نوکر تازیان هستید تا اینقدر تبهکارید که حرفای خودتون رم زیر پاتون میذارید. خب وقتی شما حرفا و قوانین خودتونم زیر پاتون میذارید، ملت ایران حق داره که از شما بخواد عبور کنه و بخواد زمینی بسازه، سرزمین آباد و آزاد بدون شیخ و ملا و نوکرای است. به تازگی همه رسانه‌های داخلی و خارجی از ممنوعیت عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی اثر استاد سیاوش اوستا میباشد سخن میگویند. طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار میگذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و میکنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شده است. ممنوعیت عقد آریایی یک سخن بیهوده و بیاساس و نادرست می باشد، زیرا بر اساس ماده قانونی 1062 جمهوری اسلامی و فتوای اکثر فقهای مسلمان، انجام عقد امری شخصی است که فقط و فقط توسط شخص عروس و داماد انتخاب می شود و این دو می توانند هر کسی را نماینده و وکیل خود قرار دهند. به این سند بسیار مهم توجه کنید که از شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انجام عقد آریایی پرسش شده است و او مشخصاً این کار را درست و تابع قانون و مقررات دانسته است.